السلام علیکم دوستان گرامی. برنامه های غیر نوبتی فوتبال آسیا را ادامه میدیم و درباره بازی های انتخابی جام آسیا 2023 حرف میزنیم. پیش از همه اطلاع بدیم که بازی های نهایی میبایست سال آینده در چین برگزار گردند، اما از گذراندن آن چینی ها دست کشیدند و حالا مکان برگزاری نامعلوم است. دسته منتخب کشورمان در گروه F دومین بازی اش را برپا کرده با غلبه نوئل شد. نسبت به بازی پیشینه این نوبت فوتبال بازان ما بهتر بازی کردند و در نتیجه در ورزشگاه دولت امورزاکوی شهر بیشکک تیم منتخب سنگاپور را ناکام کردند. تماشا کنید. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان پتر شگرد نسبت به بازی پیشینه در حیات دسته منتخب تاجیکستان یگان تغییرات وارد نکرد. فوتبال بازان ما با پیراهن‌های سفید در این میدان بودند و با پورگی و برتری صاحب هم شدند، چونکه امروز بازی اشان نسبت به بازی اولی که با دسته میانما داشتند خیلی خوبتر بود و فوتبال بازان دسته منتخب تاجیکستان هرچند در اولین لحظه ها چندین حالت ها را فوتبال بازانی دسته سنگاپور در نزد دروازه رستم یتیمی با وجود آوردن، در دیگر حالت ها ما بهتر بودیم. همین رو هم قید کردن به مورد بود که این دسته برای دسته منتخب تاجیکستان بسیار دسته ناگوار است. حالا ببینید رستم یتیمی بودشوری این ضربه رو برمیگرداند یا خود داشته میگیرد. سبب اساسی آن است که دو بازی با سنگاپور ما پیشتر اجرا کرده بودیم، با هم بازی ها رو گذرانیده بودیم. اون وقت اولا منوچر جلیلوف یک ضربه زیبا زد با سر، ولی از نزد ستون دروازه ببینید محمد جان رحیموف است، پرتافت ارسالی خیلی خوب و اینجا ضربه خطا رفت، قریب بود که تو وری توری دروازه شود. و اون وقت دسته سنگاپور در دوشنبه بازی رو با حساب یک بر یک انجام داد و سپس در وطنش در سنگاپور با حساب 2-0 ما رو شکست داده بود. از همین خاطر این دسته برای ما بسیار ناگوار بود. و اینجا حالا یک ضربه امیربیگ جورابویف رو دیدید که چگونه هم زیبا بود و کریس وان هایجن توانیست که در دو مورد دستش رو از گل امینی گل راد. و این ضربه نیویت اولی منوچر جلیلوف میتوانیست حساب رو باز کند، ولی ببینید باز کریس اینجا خیلی خوب بازی میکند در دروازه‌بان دسته منتخب سنگاپور و نمیگذارد که توی وری توری دروازه شود. بله، در این بازی ما 14 مرتبه به سوی دروازه دسته منتخب سنگاپور ضربه ها رو روان کردیم، در حالی که 8 ضربه همگی به سوی دروازه ما روان کرده شد، ولی 5 ضربه دیگری ما با موفقیت به سوی دروازه رسید و دروازه‌بان اون رو برگردید. و حالا ببینید اینجا یک گزارش دیگری فوتبالبازان ما احسان پنجشنبه و خود رو او نگاه داشته نتوانست و از پای افتاد، اگر نه میتوانست باز یک حالت بسیار هم نزدیک به گل با وجود آورد. قسمی اولی وخوری بک شدن حساب انجام یافت و در اینجا سرمربی دسته ما در تنفس با فوتبالبازان با صحبت های خوبی هم کرد و تاکتیک بازی رو هم تغییر داد. اکنون هجوم های ما دیگر قاطعانه بود و به سوی دروازه بسیار هم خوب میرفت. حالا احسان پنجشنبه گزارش او ببینید چند نفر رو میگذرد با کنار و اینجا حالا باز محمد جان رحیمی ضربه میزند و اینجا حساب باز میگردد. بسیار یک حالت غلطی و غیر چشم داشت گویم، هم خطا نمیکنیم. دقیقه 53 است و شیروانی مبادشایف توپ رو وارد توری دروازه کرد و خیلی هم زیبا هم بود. ببینید دو نفر محافظت‌گران اینجا او را احاطه کرده بودند، ولی او توانست که از بین این دو نفر با یک رس شکوتوی خود توپ رو وارد توری دروازه کند. یک بر صفر و دسته منتخب تاجیکستان به صف پیش می‌برد و ما باز امکانات های دیگری گلزنی هم با وجود آوردیم. حالا این لحظه ها رو هم ببینید، این گل سیومی شیروانی مبادشایف در این مسابقه ها هست. اینجا هم ببینید منوچر در این احسانی پنجشنبه بود، یک ضربه سخت زد اما خیلی بلند بود و تو از دروازه خیلی بلند به بیرون میدان رفت. اینجا ما حالا باز یک ضربه دیگر رو از جانب منوچر سفاروف هم خواهیم دید، چون پیش دستی کردن، ولی حالا هجوم رو فوتبال بازان دسته سنگاپور اینجا انجام میدن، ولی در حالتی که گل زده می شود اینجا داوری کناری الکای پرچمش رو بالا برداشته وضعیت نوبوزی رو با داوری مرکزی رساند و اینجا داور این توپ زده شده رو با
حساب نگرفت. هرچند در یک بسیار موارد اینجا معلوم است که فوتبال بازی این دسته رقم 21 کالو اینجا بود، محمد صفوان در حالت نابازی نبود. خب با این نگاه نکرده بازی خیلی جالب بود و ما توانستیم که در این وقوری پیروزی به دست آوریم و فوتبال بازی دسته منتخب تاجیکستان با سه امتیازی که بسیار هم مهم بود سرفراز گردیدند و یک قدم بزرگ به سوی کامیابی رسانیدند و آنها امکانیت دارند که با همین شش خال هم علاکه به بازی های مینبعده روند. خوب نتیجه دور سیوم باز هم این گفته ما را معتمد خواهد کرد و ما اون را انتظاری میکشیم. بازی دسته تغییر یافت. از نگاه تاکتیکی ما توانستیم تغییرات وارد کنیم. همه بازیگران امروز خوب هنرنمایی کردند. من این غلبه را با همه تاجیکستانیان، کارمندان فدراسیون فوتبال، مخلصان فوتبال تاجیک مبارک باد میگویم. به نظر ما در نیمه دوم هنرنمایی بچه های ما بهتر بود. من در این باره در این نشست مطبوعاتی گفتنی نبودم، لیکن با منوچهر جلیلوف صبر میخواهم. او نوابسته با اون که فرزندش رو در این روزها از دست داد، حیاتی دسته منتخب رو ترک نکرد و برای غلبه سهم خود رو گذاشت. البته از کودک محروم شدن این سهل نیست، بسیار هم دردناک است و توپ آوردن نشانی مردی هم خواهد بود. تشکر به حملگری ما منوچهر جلیلوف، به همین شرایط توپ آورده توانست در کرد و من تازه خود را با اولی آنها بیان میکنم. تاجیکستان با این بازیگرانش باید افتخار کند. آنها خود را نشان داده توانستند. من هم افتخار میکنم. Play after this, what is so hard for him. Big compliment and Rahmat Tajikistan. God bless. Boshin. در بازی دوم گروه F حریف اساسی دسته منتخب تاجیکستان، میزبانان بازی های انتخابی دسته منتخب قرقیزستان، با دسته منتخب میانه وارد رقابت شد و با نتیجه 2-0 دست بالا گردید. به این نگاه نکرده دسته منتخب تاجیکستان با افضلیت توپ ها در زینه اولی جدول مسابقات موقعش را نگاه داشت. برای آنکه دسته منتخب قرقیزستان از دسته منتخب تاجیکستان پیش گذرد در جدول مسابقات، آنها کوششی زیاد کردند و در دقیقه 25 ویکتور مایر حساب را باز کرد. این گل اولین دسته منتخب قرقیزستان در مقابل میانمار بود و همین را هم گفتم و مورد است که تا این دم دسته های منتخب قرقیزستان و میانمار با هم 5 وخوری انجام داده بودند و حالا ببینید تاکتیک بازی آنها را که چگونه خیلی زیبا بازی میکنند و گل هم دیدنی بود، عجیب بود. حالا این تکرار سیومی هست که ما اینجا دیدیم و دسته منتخب میانمار با قرقیزستان همگی یک مرتبه مساوی بازی کردند با حساب 2-2 و حالا باز گل دومی مایر است در دقیقه 45 و طوری دروازه میانمار روان شد و دیگر بازی ها 4 بازی دیگر را قرقیزستان با پیروزی جمع بست کرده است. اینجا باشد آنها به نتیجه کلان دست نیافتند و آن بازی با هم با حساب 2-0 به انجام رسید و در زینه دوم باقی موندند. اکنون مسئله اساسی این وخوری بین دسته‌های منتخب تاجیکستان و قرقیزستان است. در گروه آ در دور دوم دسته‌های منتخب اردن و اندونزی که پیشرف بودند با هم زور آزمودند. در این برابر میزبانی بازی های گروه آ دسته منتخب کووایت بعد باختش در بازی اول از اندونزی با نشاندود 1-2 بر دسته نپال با نشاندود 4-1 غلبه کرد و اولین سه خوراسویی شد. اما برمیگردیم به وخوری پیشرفون. فوتبال بازی اردن در یک وخوری برابر با اندونزی با نتیجه 1-0 دست بالا گردیدند و موقعشان را با 6 امتیاز در زینه اول استوار کردند. نتیجه دور سوم بازی ها نشان میدهد که از این گروه دسته دوم با بازی های نهایی رخ میگیرد و یونه تماشا میکنیم.
این فخوری همین بین دسته های منتخب اردن و اندونزی است که یگانه گل را عبدالله عید نعمت در دقیقه 48 به ثمر رساند که حالا ما و شما این گل را میبینیم، اما صفت پست این نوارها ما را مجبور کرد که از نشان دادن نوارهای بیشتر خودداری کنیم و اینجا علاقه اردن در زینه اول است و ما در این باره به شما جدول بازی ها را نشان خواهیم داد. در گروه بی نتیجه از همه کلانترین بقیه گرفته شد. دسته منتخب فلسطین یمن را ترمر نموده با دروازه‌اش 5 توپ زد. این نتیجه برتری توپ ها شاید علاقه دسته منتخب فلسطین را با بازی های نهایی روخه داده باشد. در این گروه فیلیپین بر مغولستان با حساب 1-0 غلبه به دست آورد. وخوری در گروه بی نوارهش خیلی صفت پاس داشتند و ما مجبور شدیم که وخوری بین دسته های فیلیپین و مغولستان را نشانیم که با حساب 1-0 به نفع فیلیپین جنبه شد و هولتمن در دقیقه 93 این توپ را به ثمر رسانید. بین دسته های فلسطین و یمن که 5-0 بود نوارهش به دست ما نرسیدند و شما این گوره که حالا از جانبی فوتبالبازان دسته فیلیپین در دقیقه 93 زده شد تماشا کردید. در گروه S دو دسته های منتخب ازبکستان و تایلند از دو بازی 6 امتیازی دارند مثل گروه های F و D. محض بازی بین منتخب های ازبکستان و تایلند یکی را در جای اول و دیگری را در زینه دوم باقی میگذارد. تایلند در دور دوم بر شریلانکا 2-0 و ازبکستان بر مالدیو 4-0 ظفر یافتند. ما لحظه های بازی بین دسته های ازبکستان و مالدیو را پیشنهاد شما میگردانیم. در ورزشگاه 12400 نفره نمنگان دسته منتخب ازبکستان اولین بازی خود را با مالدیو در تاریخش برگزار کرد و اینجا فوتبال بازان دسته منتخب ازبکستان با کامیابی مشرف شدند. یک بازی نهایت جدی علاقه در دقیقه دوم توانست که با گل جنبه شود. حالا الدار شامورانوف خطای محافظه‌گر را استفاده برد و دسته منتخب ازبکستان را در دقیقه دوم طوری گفتیم با صف پیش برآورد. کاپیتان دسته منتخب ازبکستان امروز گویا که یک ایده برایش بود. این مخلصان با دلی آنها شادی نشاد آورد. بود اینکه خطا را بگیرد که چگونه با توپ را به الدار شامورانوف حواله دادند و او به یگان خطاگی توپ را به ثمر رسانید. سپس در قسم دوم در دقیقه 51 بار دیگر الدار شامورانوف مجبور کرد که دروازه‌بان دسته مالدیو توپ را از دروازه‌اش گیرد فیصل و امروز فیصل در مقابل این بازینگری ممتاز دسته منتخب ازبکستان الدار شامورانوف ایستادگی کرده نتوانست. حالا ببینید چگونه این هجومی که فوتبالبازان دسته منتخب ازبکستان میکنند و ضربه خوبی الدار شامورانوف با هدف میرسد. این بازینگری هست که در دسته روم ایتالیا بازی میکرد. حالا ببینید اینجا خطریکی خود را به انجام میرسوند. در دقیقه 82 الدار شامورانوف 3 گل را به طور دروازه دسته مالدیو روان کرد و این گل اخیران هم نبود. دسته منتخب ازبکستان با آسانی فوتبالبازان دسته مالدیو را با حساب 4-0 شکست داد. حالا این گل اخیر که از جانب استون اورونوف زده شد و سیفیف خیلی پرتافت خوبی هم انجام داد. 4-0 است و ازبکستان در این گروه صدرنشین است و گفتم و مربوط است که حتما با بازی های انتخابی جام آسیا خواهد رفت. در گروه دی دسته های منتخب افغانستان و کمبوجا تا به حال خالی به دست نیاوردند. افغانستان در دور دوم از دسته منتخب هندوستان مغلوب شد. سونیل چتری مثل شیروانی مبادشایف با 3 گلش به قطار نشان‌زنده های بهترین شامل گردید. گونگ کونگ باشد کمبوجا را با نتیجه 3-0 شکست داد.
دسته منتخب افغانستان هم بعد بخت اولش با بازی با دسته منتخب هندوستان به میدان اومد و این بازی یکی از بازی های نهایت مهم برای افغانستان بود، اما فوتبالیست دسته هندوستان باشند پای در پای در خط هجوم بودند و با برتری کامل سویی بودند. حالا ببینید سونیل چتری و اینجا این بازیگری ممتاز چگونه حالت ها رو با وجود می آورد و ضربه هم می زند، اما ضربه هایش در قسم اول منفیت ناوردن. اولو اینجا یک بوری دیگر بود، مثل اون که مانوچر جلیلوف هم یک ضربه همین گونه زده بود، او هم خواست چنین ضربه زد اما این ضربهش عموماً کار نداد و به توپ خوب نرسید. قسم اول با حساب 0-0 به پایان رسید. قسم دومی واخوری و فوتبال‌بازان دسته منتخب افغانستان هم یک مراتبه هجومی خیلی قاطع تشکیل کردند، اما اینجا هجوم ها با سوی دسته دروازه دسته منتخب افغانستان بهتر بودند و بسیار خطرناکتر. باز سونیل چتری او را می جویند در اینجا فوتبال بازان دسته منتخب هندوستان و برای او تشکیل میکنند وضعیت های فوق‌العاده را. حالا اینجا فوتبال بازان دسته منتخب افغانستان و عمران حیدری اینجا ضربه میزند، ضربهش خطا میرود خوب، اما ضربه ای که اینجا از تندر زده میشود از جانب کپیتان دسته منتخب هندوستان سونیل چتری، اون وری توری دروازه میشود خوب. دروازه‌بان حمیدی خیلی دیر جست و پس از این باز یک ضربه دیگری که فوتبالیست دسته افغانستان زدن امیری بود که حالا این توپ رو به طور دروازه روان کرد، حساب رو برابر کرد خوب. برای فوتبالیست دسته منتخب افغانستان بسیار هم خوب بود که حساب رو برابر به پایان رسوندن، ولی در دقیقه های ایلوه شده یکم دقیقه وقت ایلوه شده صمد توانست که توپ پیروزی آور رو به دروازه دسته منتخب افغانستان زند و باز هندوستان با 3 امتیاز دیگر سرفراز گردد. دسته منتخب بحرین در گروه آخرین ای با 6 امتیاز صدرنشین شد و این دفعه دسته منتخب ملایزی را با حساب 2-1 مغلوب نمود. ملایزی که در دور اول بر ترکمنستان غالب آمد حالا در زینه دوم است. بخوری بای دسته های منتخب ملایزی و بحرین هم خیلی جالب خواهد بود، زیرا این دسته ها در بازی دور اول با پیروزی نائل شده بودند و اینجا فوتبال‌بازان دسته منتخب بحرین و ملایزی در این دایره بازی زیبای خود را برپا کردند و در دقیقه 55 اینجا محمدو سومره حساب را باز کرد و ملایزی را به صف پیش برآورد که ما و شما اینجا میبینیم، اما علی حرام در دقیقه 57 حساب را برابر کرد و نهایت در دقیقه 81 هلال یوسف گل دومی بحرین را به ثمر رسانید و بحرینی ها در این واکنش پیروزی به دست آوردند. این یکی از گروه هایی است که اینجا مبارزه برای جای دوم باز هم پرزورتر می شود. ترکمنستان می تواند در بازی اخیر اگر بر بحرین غلبه کند و زینه دوم براید. ملایزی باشد شاید بر بنگلادش غلبه می کند، ولی تو کدام اندازه کدام دسته به بازی نهایی می رود خواهیم دید. دسته منتخب ترکمنستان هم در دور دوم با نخستین پیروزیش سرفراز گردید. ترکمن ها بر بنگلادش غلبه کردند، اما بازی اخیرشون با پیشرف دسته منتخب بحرین است. می توانند آنها بر این دسته غلبه کنند یا نه پگو جواب خواهیم گرفت. حالا باشد با دیدن لحظه های بازی بین دسته های ترکمنستان و بنگلادش می رویم. بخت غیر انتظار ترکمنستان از ملایزی در وخوری اول با حساب 1-3 کمی هم باشد مخلصان این دسته را شگفته کرد، ولی ترکمنستان در بازی دویمش با بنگلادش توانست که و پیروزی نویل شود. حالا انادوردیف در دقیقه 7 حالا طوری میبینیم حساب را باز میکند، بسیار هم گل زیبایی میزند از بین محافظتگران و آنها حتی پای نبردند که اینقدر زیاد هستند و توپ از بین آنها فوری توی دروازه می شود. دیر نگذشته فوتبال‌بازان دسته بنگلادش هم توسط گل ابراهیم در دقیقه 12 یعنی بعد 5 دقیقه گل گرفتهشون از دروازه برآورده‌شون گل خود رو هم زدن، حساب رو برابر کردند. گل زده اصلان مراد امانوف در دقیقه 77 که به دست مون رسید پیروزی رو به سوی ترکمنستان گردونید و اونها با حساب 2-1 پیروزی به دست آوردند. রাকিবের ব্যাক হেডার সেখান থেকে ইব্রাহিমের ক্রেডিট যে তিনি ওই জায়গায় চার্জ।
با همین ترتیب پگو در دردی سیمی بازی ها دسته منتخب تاجیکستان با قرقیزستان و سنگاپور با میانما با دیداری هم روند و ما و شما از نتیجه بازی های انتخابی گروه ها 11 دسته بهتری رو دریافت میکنیم که با بازی های نهایی میروند. گزارش مستقیم از جریان این واخوری توسط تلویزیون ورزش و فوتبال منظور شما میگردد. ما باشیم در همین جا برنامه امروزی خود رو به پایان میرسونیم. مقصد برنامه ما ترقی فوتبال تاجیکستان آسیو است. نشوه این بعدی ما بعدی برگزاری دوری سیوم پیشنهاد شما خواهند شد. باقی سیادمند و پیروز باشید. خیر تا بازدید. تا برنامه های آینده.